گلی؟ گلی؟ بله. پس چی شدین؟ وایسا دیگه الان میارم. آقا زودتن تشریف اون برم خرابه هنوزه ها جان. میدونم نمیره این داداشتون درست کنی که صد دفعه بهش گفتم. کیه این تو؟ فرامرز بیا با ما، میخوام اندونه رو ببرم. بوده بیا. صد دفعه بهش گفتم یکی بیار این قفل دستگیرین دستگیری درست کنه. هر سر خورد آقا جون، اینو میبینه؟ ببینید بله خوشت باشه. قشقر چرا این قفل دستگیره این دستشویی درست نمی کنی؟ چشم چند دومته؟ زیاد شده ولی فردا حتما میگه دو سه ماهه میگه چشم. نه چشم خب این خراب بشه اومد چی کار میکنی؟ آقا هندونه آقا هندونه همه حرف عوض. ببینید این زردار رو میبینید؟ حالا آه آه ببینیم این چیه دیگه. خودم خریدم میگه ببین چیه. عجب هندونه. حالا قبل از حرکت یک حرکت نمایشی دیگه ببینید. به این حالت آقا جون دیگه دیدم تو فیلم هم دیدم. من آقا جون هندونه رو دیگه اومد وسط فراموش شدیم. من آرزو به دل موندم آقا جون یه دور اینجور که به هندونه نگاه میکنه به من نگاه کنه. جدی ولی به من این هندونه نگاه میکنه، یعنی همون نگاهی که به هندونه میکنه. تو قبل از سفر قبرست همینجوری نگاه میکردم. خودت از چش من انداختی. اینا راست میگه، همیشه پا قبرس رو میکشه راست. آقا جون تخصصش تو هندونه های شیرین، حالا ببینین چی در میاد. میگین نه ببینین گلش بر من اون مغزش. بر چی بر تو؟ چون من امتیاز دارم. من اون بر یعنی چی؟ امتیاز دارم. اما این امتیاز دارم کشتیم کشتی. به هر صورت دیگه امتیاز دارم نمیتونیم منکرش بشیم. اوه 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 عجب هندونه یه. به افتخار همتون، به افتخار آقا جون و به افتخار این هندونه قرمز، یک حرکت نمایشی دیدنی که تا حالا ندیدید. یک دو و چی بودین؟ هزار نلو بودم. ببخشی من فکر نمی کنم را محکم پر کنم. ریف من چی شد نیم؟ ریف هم هندونه ببخشی لابا جون چی بر زهنونه بود؟ آقا جون یه جوری هندونه رو نگاه میکنه اگه من رفته بودم زیر آوار اینجوری ناراحت نمیشه. چرا باید از تو ناراحت بشم؟ یه هندونه هزار خاصیت داره، یکشم نداری. دستگیر قفل دستشویی چرا درست نمیشه؟ اونو فردا گفتم میرم. فردا چندمین فرداست که میگی؟ خب میرم دیگه. میرم. من میدونستم این سقف بالاخره خراب میشه رو سرم. هشت تا برف سنگین اومد. یکیش رفتی پارو کنی؟ یکیشو که پارو کردم دیگه خودتون. بله پارو نکردید. دنبال اون مهملاتی که قایم کرده بود روی پشت بوم میگشتی. آقا جون من توی بخوم فرمت گوش بده بدیم. جان داداش گوش کن، توی بخوم که بودم نزدیک 10-12 بار برف سنگین اومد. بعد من وظیفه خودم دونستم آقا جون که برم این برفا رو همه رو پارو کنم، چون برف شد اون خونه محل آسایش آرامشم بود. خب اینجا رو بفرما پارو کن، مگه اینجا خونت نیست؟ انداخت کردن تو تموم شد. خب اینجا خونه شد دیگه. من؟ فقط ما آدم این ما چی میگم؟ همون آدم نیستی تو. داره تعریف میکنه که چیکار میکرده داره تو بابا بل کنه. اومدیم یه هندونه بخوریم. نمیخوام زهر مار بخوری. تو هم یه چیزایی تعریف میکنی از آرمانا. یعنی چی؟ من چیزایی میکنم؟ حتی بعد این ازت گلی تو هم. آقا جون تو ما که میدونین حساسه. من کجا؟ چطور سری بعضی چیزا حساسه؟ من کجا؟ اون کجا؟ من پر از امتیاز. این لات بی سرپا. اون چچل تو هم دیگه من مودم. همش نزن دیگه تو هم. بیا هندونه بردار. Thank you.
است. چه خانه ای، چه عتیقه‌ای از اینجا من میبرم. از این دستشویی خراب شده کجاست؟ از سر شب هر جا خواستم برم نشد. مثل که اینجا باشه. آره آره آره، خودشی گیرش آوردم. کسی این توه؟ فرهاد، فرام هست؟ کسی اینجاست؟ باز این قفل لعنتی خراب شد. حالا صبح باید مکرم بشه. خیالم راحت شد، فکر کرد قفل خرابه. بس که واقعا قفل خراب شده، چه گرفتار شده. شمایی؟ علیرضا. علیرضا نیستم. فرامرز. بله. من اینجام تو اتاق خودمم، کسی اون تو نیست. این قفل در توالت خراب شده. ببین میتونی کسی رو بیاری درست کنه؟ پس کسی اینجا نیست. کی توه؟ کسی توه؟ که اینجا مامان، مامان گلنسا. سلام، سلام مامان جون، حال شما خوبه؟ اتاق آقا جون اینجاست. بفرم شما برین اونجا. مامان جون، مامان برام از گفتم ببین میتونی کسی بری درست کنه؟ جواب ندادی. برام از ده جرفی در را میدونستم روز روزش مرد این کارا نیست. وای بالا که شده. میکنیم آقا جون در موردش دیگه. خب هم بردار میگم باری یوشتر تو بازار میری چی نمیزد. باشه یه چیز رنگی بلد. سلام صبح بخیر. باید بردار عوض کنیم. باشه نه خواهم ایت بایی خیلی فرق داشته باشه. یه جوری یه رواب در اوی اوی چه چیکار داری میکنی؟ دستورات همونش اونجا که جای دست شستن نیست که. چه ظرفشوریه؟ اون خرابه دیگه. خرابه میدونم خرابه.
پیشگوشی برده بیار چهار تا پیچه بازتون درستش کن. گیر نده آقا جون، بذار کارمونو بکنم. یعنی چی گیر نده؟ اونجا جای دست شستن نیست. با تو بودم. بله. چیه؟ بله. میگم اونجا جای دست شستن نیست، باید بری اون پیشگوشی برداری. در اون دستشویی رو درست کنی برید اونجا. هر کی دستشویی داره برای خودش درست کنه، به من خیلی خوب. هر کی هم صابونه میخواد خودش جهنم درست کنه. هر نداری چایی برید گل گل چهره درست کرده. ای بابا بله، ما صابونه نمیخوریم دست از سرمون بر میداری؟ نه خیلی، تا در دستشویی رو درست نکنی دست از سر کچلت بر نمیداره. شای بابا آقا تو چرا به من میگی؟ به آقا جون بگو از سر صابونه گیر داده به من. در دستشویی رو باید درست کنی. نمیخوام آقا، اصلا صابونه هم نخواستیم. بابا بیا بخور صابونه. تنبل بار اومدی. خودتون علکی اذیت می‌کنی، مشکلی نیستش که. سلام صبح بخیر. آقا کجا میری؟ چی کجا میری؟ من چی؟ میگم داری کجا میری؟ خب دستورت نمیشه. اونجا ظرفشویی دستشویی نیست. دستشویی اومد. اون بعد دستشویی خراب آقا جون. بله خرابه، پیشگوشی بردار باز کن درستش کن. آقا جون خراب دستشویی، ول کن تو. میگم درستش کن، اینجا جای دست شستن نیست. بعد بری درست کنی. آقا جون من دست به اون دستگیره نمیذارم. حالا چی بگی؟ فراد نکن، دست به اون دستگیره نمیذارم، قفل سازم نیستم. آقا جون ببخشید داد میزنم، ولی تو آلمان اصلا دست نیست کسی دست به تو آلمان کسی دست نیست کسی دست به قفل بزنه. هر کی دست به قفل بزنه میگن ای بی شخصیت، برو بیرون. بیرونش میکنن. تو آلمان اشکالی نداره تو ظرفشویی دست بشوره؟ تو آلمان نه، نه خیلی موقع نه نمیشه، ولی اینجا اشکال داره. اشکال خب پس من همینجوری با این دستا میرم صبحونه. پاشو برو گم شو، حالا من خورد دست رو نشسته سر میز صبحونه. بچه ها تنبل شده. آقا جون میگم هرس نخورین، باز هرس بخورین. آقا جون شما خوبین دیگه؟ من آره، من چیزی نیست. نه آقا جو، من میگم که تا یکی دو ساعت دیگه که مغازه اوس محمود باشه به بچه ها بگیم که از دستشویی آقا میکائیل اینا استفاده کنن. بله اولم که اون دستشویی خراب شد گفتیم تا اون درست بشه از این استفاده کنیم. حالا که اینم خراب شده بریم از دستشویی چی؟ میکائیل استفاده. بعد اون که خراب شد لابد بریم از دستشویی حسین آقای الکتریکی استفاده کنیم. خوب رایی پیدا کردی. امروز از یه دستشویی نیست، خیلی چیزا دیگه این خونه برم ریخته. امروز باید همه چی روشن بشه. الان آخه الان اون وقت نداره. پسرم شروط کاکلی یا بخور، اینو بخور جون بگیری، بخور جون بگیری. خوب مثل آدم غذا بخور، نارم هست. پسرم شروط با پدرت اینطور حرف نزن، کاکلی من. خب چه طرز غذا خوردن؟ دنبالت کردن. میکائیل چرا نشستی بلند شد؟ دارن خونه رو غارت میکنن. پاشو دیگه، پاشو نگه نگه نگه، پاشو 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 پاشو. باید من چی کاره؟ بده بیا ببین. خب معلوم نیست چیو دارن غارت میکنن. خب معلومه دیگه اون تو چیه. رفتن دستشویی، غارت کردن نداره که. آقا رو باش کن دوتا دستشویی دارم بچه جان. درست میگه پسرم، باید یه خبرایی باشه اونجا که این زنبور جمع شدن اونجا. باید تحتو قضیه رو در بیاری. ببین سر مال دنیا چجوری به جونم افتادن. آقا میبینی؟ پول دیگه پول، برادر رحم نمی کنه. منگول بیا این بر وایسا میبینن تو رو که اینجا باید. نه پسرم من درختم، نمیفهمن. بگم میخوای من یوهو برم اینجوری آبرشون بره منو میبینن؟ نه 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 ببین من میرم اینجوری یواش یواش تا
که سر در بیارن. اگر اونجا چشمشی شد یه مرتبه خواستن سر من زیر آب کنن، شما حمله میکنی. یادتون میمونه؟ نه 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 نه، تنهایی نری جلو، ما به خودشون رحم نکردن، بعدی میخوای به تو رحم بکنن. نری یا نگران نباش، شما مثل میخ بمونی. میکای مواظب باشی، اگه چیزی دیدی به رو خودت نیار یا برو. میکای نکشنه. ببینم اون برای چی میجا آخه؟ من برم خالیه. نه توی یدک داری. بابا همه میدونه من زود میرم، زود میام بیرون. خواهش میکنم. اما فرا نسیری. آره بابا چیکار میکنی؟ بابا نسیری گفت قلبمون بریزه. دستشوی خوبیه نه؟ عالی، آره خیلی تمیز، دست درد نکنه. من که اولین باره شهروز تعریف کردم. آره ببینن جز شما سه نفر از این ماجرا این دستشوی خبر نداره که نه؟ داره این قضیه دستشوی شما؟ قضیه دستشوی من. من که تو نگفتی که نه من حواسم بود یه جوری اومدم که مثلا انگار اصلا دارم میام نه که بخوام برم اینجا. بارکل کار خوبی کردی. میگم که حالا یه کار بکنیم، من و طلعت و شهروز سه نفرین. خب شما سه نفرین دیگه، بریم بشین تو اتاق ما یه چای بخوریم، یه شیرینی بخوریم، گپی بزنیم، ببینیم که بعد چی کار بکنیم. موافقین؟ برای چی آخه؟ نمیدونم میکاری چی میگه؟ چته؟ چته تو؟ چی میگه؟ آفرم چرا اینجوری؟ چی شده؟ الان میاد بیرون، نگران نباش. چیه؟ اومدی بیرون؟ کجا؟ کجا میخوای بری؟ من برم دستشی. تو که الان اونجا بودی که؟ من دوباره گرفت، فقط برم سر کار دیگه. اون بعد بگین اونجا خبری نیست، اونجا حتما خبری هست. بابا بذار دستشی دیگه. آره من مگه میذارم بله سلام جانم. بله قربان. چیه این سر صدا؟ چیه را انداختیم؟ والا حقیقتش یعنی چی همینه دیگه، مام سردر نیوردی، نمیدونم چیه. من میگم این سر صدا چی میگی سردر نیوردیم؟ چرا سر که در آوردیم، ولی دیر سر در آوردیم. یه چیزایی چی میگن قدیمی، آش خوردی سوخت دهن میسوزه، یه چیزی میگن. نه خیر آقا میکایل، آش نخورد و دهن سوخته حرف میزنه. آفرین آفرین، نشسته بودیم صبح داشتیم که آش میخوردیم. نه آش نمیخوردیم، صبحونه میخوردیم که یه مرد طلعت هراسون و نفسانو زد تو سر خودش، اومد و گفت که این سه تا دارن خونه رو غارت میکنن. کدوم سه تا؟ فرهاد و علیرضا و فرامرز خان. نگفتم؟ یعنی شما میدونستین؟ من حدس میزدم، منتها اشتباه من بود به شما نگفتم. من بعد میگفتم یه قفل در اون دستشوی بزنی که اینا نرن اونجا. پس شما میدونستین که تو دستشوی ما چه خبری ها؟ خبرایی هست چیه؟ خب وقتی دستشوی ما قفل شکسته، خب میان از دستشوی شما استفاده میکنن. توی این محبت هم جز دستشوی شما دستشوی دیگه نداریم که. دستشوی شما خرابه؟ خب بله. جفتش. میخوای ما دو ساعته داریم چی میگیم؟ باز بپرس لیلی مرده یا زن؟ حالا هم عیب نداره. میپری یه قفل بزرگ میخری، میزنی در دستشوی، به هیچ عنوان هیچ کس را نمیدی اونجا تا به خبر بده. یعنی یه قفل گنده بخرم بزنم دم دستشویی، چون دستشوی شما خرابه، یعنی تو دستشوی ما خبری نیست؟ حالت خوبه؟ بله خیلی خوبه. ناراحتی نداری؟ نه. خب چرا چرت و پرت میگی؟ برو قفل بخر بزن دیگه. برم قفل بخر. حالا میگم آقا چه اشکال داره نصرت خان، اجازه بده تا اینکه دستشویتون درست میشه بچه‌ها میان دستشوی ما استفاده کنن. ها من چیکار کنم این حرف منو بفهمه؟ چرس کنم ده. برو دیگه. چشم رفتم. نه رفتم. آهای بله چشم. اون توالت نیست، تلویزیون آفتابره اونجا نمیذارن. معذرت میخوام. چشم. چشم.
آقا میخوایی ده دقیقه بیا. بله جانم. سلام، صبح بخیر. چیشه؟ چی چرا در دستشویی رو قفل کردی؟ در دستشویی چرا قفله؟ نصرت خان گفته قفل بزن. نصرت خان گفته؟ بله. بابا چه لجبازی یعنی؟ ما هم همینو میگیم، لجباز، آروم نیست. حالا کلید چه بده؟ کلید چه بده؟ من نمیشه. بده من کار دارم. نصرت خان گفته کلیدو به هیچ کس نده. بابا این چه حرفیه؟ پس ما چی کار کنیم؟ من نمیدونم. بده بابا بده. نمیشه جان. من نمیتونم. بده بابا کلیدو من برم. آقا فرامرز بذار دوستیمون سر جاش بمونه. ما رفتیم. میمونه آقا، نه ترس. ما کجا میخواد بفهمه کلیدو دادیم؟ بابا جون اون نفهمه من که میفهمم. چیه جانم؟ چیه؟ بیا آقا این کلیدو بده. این چیه؟ چیه؟ چیزی نیست. رشوه داد بزنم. نه بابا داد بزنم. رشوه داری؟ ساکت باش، این امانته. این امانت میمونه پیشت، خیالت راحت بشه. من به کسی نمیگم. برای تعمیرات چیزی مثل آفتابت سوراخ شد خواستی سوراخ شده گیری، دستشویی خواستی رنگ بزنی، قفل من میدونم پول دادی گرون بوده، این باشه پیشت. یعنی تو این 2000 تومان رو به من دادی که من بنزن تو صندوق برای تعمیرات؟ بله. آره این کلیدو بده. نه منظورم اینه که این 2000 تومن رو به من دادی که بریزن تو صندوق تعمیرات. نه این 1000 تومن آره برای همین دادم. یعنی 3000 تومن به من میدی که من بریزن تو صندوق برای تعمیرات. بله. نه بابا این 1000 تومن بابا خیلی خوب ندارم. تو هم بابا گیر میدی. حالا بده 2000 تومن 3000 تومن بیا بابا. این 3000 تومن کلیدو بده. بیا بابا جم برو. دست درد نکنه. داره کجا میای؟ و من بیان تایم بگیرم دیگه. تایم دیگه چیه بابا؟ ول کن. 3000 تومن گرفتی، تایم برای چی میخوای بگیری؟ 3 دقیقه. دقیقه 1000 تومن. ای بابا نمیخوای من بده من کلیدو. بیا آره پای خودت هرچی برو. این چجوری با پای خودم افتادم تو تله؟ آخه هیچ احمق این کاری میکنه که تو کردی؟ اومدی دزدی بدبخ. دیگه دستشی رفتن چه سیغه بود؟ زندون برم ها بهتر از تا اینجا گرسنگی بمیرم. ای بای آقا جون دارین چه کار میکنین؟ داریم میبینی دیگه. وا واسه چی آقا جون؟ دارم در دستشویی رو تخت کوب میکنم. خب برای چی؟ تا اطلاع ثانوی جفت دستشویی ها مرمون میشه. هیچ کس حق باز کردن اومده شد نداره. تو دست دارم. آقا جون شما هم سخت میگیرین ها. حالا اونا تنبلی کردن تقصیر ما چیه؟ یه آتیشی به پا شده دخترم، تر و خوش با هم داره میسوزه، عیب نداره. اما یه درس عبرتی به این آقایون بدم که تا آخر عمر یادشون نره. داد بیداد، گیره عجب آدم های لجبازی افتادی. اینجا از گرسنگی بمیرین هیچ جنازه اونم فسیل میشه. نه بلنشم داد بزنم تا بیان در رو با کنم. کیه؟ اسم محموده. بفرم سلام. آقا این دره. سلام. چرا اینجوریه؟ یعنی من تخت کوب کردم تا اطلاع سارویم هیچ کس حق ندار از این دست شویست. خب اصلا اینجوریه. بایستا کجا آقا جون؟ بذار کارمونه بکنیم. بذار صبح اگه این کاری کرده بودی قبول داشتم، الان دیگه دیره. گفتم تا اطلاع بعدی هیچ کس از این دستشویی نباشه. خب این مشکل خودت باشه. شما نگفتی برو آدم. وایسا ببینم تو چرا انقدر شلوغش میکنی. بابا خودتون مشکل داره، اختلافتون حل کنیم. من 2 دقیقه بود. راست نمیشه. بابا من چه گناهی کردم؟ خودت رو خدا بگذار. بابا چرا اذیت میکنی تو؟ فرام از اذیت چی؟ بنده خدا رو معطل کردی، داشتم صفر گرفته میگی اذیت میکنی. تقصیر من نیست که، تقصیر آقا جون. یه چیزی بهش بگو دیگه. آقا جون تو رو خدا سخت نگیرین دیگه. من چند بار هشدار دادم دیگه تحمل ندارم. بیا ببینم.
سلام. اینه برای چی آوردی؟ گفت ساز آقا جون، این در چه اینجوری شده؟ اینو آقا جون زحمت کشیدن. خب بیا اینجا ببین. این در اصفه این در نمیزنی تا اطلاع ثانوی رفت آمد و استفاده از این دستشوی ممنوع است. واسه چی آقا جون خیلی؟ واسه اینکه این خونه صاحب داره، صاحبشم منم. صاحبش این آقا گفت منم که غلط کرد با اون اخویش. منم همیشه قاطی میکنم. آقا فقط دستمزد ما رو بدید ما میخوایم. من یه چی هم دستی میدم. من خیلی دو تا خیلی زدم. حالا به جواب یه قرو مد نمیدم. تلفن. الو. بله همینجاست. کی آقا جان؟ هنوز نمیدونم جان. نخیر همینجاست. بله همین شماره. بله شما کی؟ آقا نوری؟ آقا نوری کجایی؟ ایران؟ وای چه خوشحالم کرد. بعد از 30 سال. آره اسم پسرش چی بود؟ محسن. آره محسن. نه چون خیلی دلم اومدم خونه. همیشه بیاده زدیم آدرسی ازت نداشتیم. کجا رفتیم؟ آدرس زدن. آره حتما بیا، همین امشب منتظرتم. هتل سگه که کجا هتل بری؟ بیا خونه من، درندش اینجا در اختیارت، قربونتم میرم. آره منتظرتم. خب گلی جان. آخه آقا نوری. آره آقا نوری بعد از 30 سال میان. امشب مهمون داریم، میاد اینجا گلی. بچه ها خوشن. قف سازا در رفت، اینا رفتن دنبالشون. در رفت. من میدونم یه میلیون به اینا بده، این دوتا دیگه برگرد به این خونه نیست. خب حالا چیز بچه ها رو خبر کن. خب. بگو میخوایم یه مهمونی مفصل بگیریم واسه یه آقا نوری. بعد 30 سال اومده، اولین جا میخواد بیاد خونه ما. آقا جون دستشویی یا چی؟ حالا امشب دستشویی خونه میکایل استفاده میکنیم. به میکایل هم میگو بیاد تیر تخت ها رو بکنه زشته. باشه پس من رفتم. بود آقا نوری. وای وای آقا نوری. یاد و بیداد بس که اینجا مونده بار شده.